داوود پادشاه در مزمور 145 8 الی 9 اعلام میکنه خداوند کریم و رحیم است و دیر غضب و کثیر احسان. خداوند برای همگان نیکوست، برای همه، حتی برای اون شیطان پرسته، حتی برای اون کسی که میگه خدا وجود نداره، برای اون خدا وجود نداره، ولی برای خدا اون شخص وجود داره، اون بچهشه، فرزندشه، دوستش داره. و ادامه میده و رحمتهای وی بر همه انبال وی هستش. اما برای درک این رحمت باید وعده های خدا رو بیاد بریم. یکی از دلایلی که میگیم همه واعظین، همه معلمین کتاب مقدس، کلیساها تعلیم میدن که کلام رو بخونیم، چون در کلام خدا وعده خداست، وعده خداست که تو رو دوست داره، عاشق تو هستش، تو رو هرگز تنها نمیگذاره، تا انقضای عالم با تو هستش. حتی توی مشکلات و سختی ها خداوند دلیلی خواهد شد که مشکلات و سختی های تو به خیریت تبدیل بشه. اینها وعده های خداست. اگر ما این وعده ها رو بدانیم و این وعده ها رو اعلام بکنیم، تقویت میشیم و تقویت میکنیم. صداهای منفی و نگاتیو دیگه نمیتونه روی ما تاثیر بذاره و باعث رنج ما و نیز دیگران بشه. باز شاعری اعلام میکنه، خداوندا تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری، شکسته قلب من، جانا به عهد خود وفا کن. عهدهای خداوند رو به یادش بیاریم. این کارو میکردن مردان خدا. ابراهیم وعده خدا رو به یادش آورد، موسی بارها وعده خدا رو به یاد خدا میاره، میگه خداوند این تو بودی که این قوم رو از مصر آوردی بیرون. مبادا اونها رو تنها بذاری، وعده های خدا رو به یادش بیاری، نه اینکه اون فراموش کرده، بلکه اعلام کن و مطمئن باش که به آنچه که نیاز و حاجتت هست، چون در مسیر رحمت خدا هست، اون رو دریافت خواهی کرد.